وارد هر شهری که بشیم یه خیابون معروف داره. بیل سوار هم از قدیم یه خیابون معروف داشت به نام کشیلر. کشیلر یعنی خیابان مردها. فقط مردها هستن که در این خیابون تردد میکنن. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. مقصد تازه سفرم سرزمینی سرسبز و جذاب در شمال غربی ایرانه. این سرزمین با قدمتی 3000 ساله پر از آثار دیدنیه. این سرزمین یکی از صمیمی‌ترین و مهمان نوازترین مردمان رو در خودش جای داده. آها بزن تو. سرزمین درخشنده و دیدنی از حیث گردشگری، جایی که در اون میتونید تاریخ و طبیعت رو ببینید و هم آب درمانی کنید و به اوج تفریح برسید. و حالا من اینجام در دامان سبلان شگفت‌انگیز. سفر این مجموعه به سوی ساوالان. کشیلر، خیابان مردها. در چایخونه‌ای در خیابان مردها من به بهونه نوشیدن چای اطلاعات تازه‌ای رو دریافت می‌کنم. حالا شما خوبه؟ قربان محبت. خیلی خوش اومد. خیلی لطف کرد. ببخشید. شهر با صفایی داره. مرز نشینید دیگه. بله. حالا چرا به این خیابون میگفتن خیابون مردها؟ چون قدیما میگفتن به این خیابون کشیلر. کشیلر. بله. بله. کشیلر که اون قدیمی‌ها میومدن اینجا مثلا 10 تا قهوه خونه بود. اون قدیمی‌ها میومدن همشون جمع میشدن، چای میخوردن، یک کشاورز بود، نمیدونم دامدار کونا بودن، صحبت میکردن، یکی مثلا تو قهوه خونه بغلی بود، یکی مثلا اونوری بود، قهوه خونه بود، قصابی بود، محل داد و ستد بود. بله، یعنی بیشتر مردها در اینجا داد و ستد انجام میدادن. درسته؟ بله. یعنی هم استراحتشون بود، هم محل داد و ستد و با هم کشاورزی و تجارت و بله. یه خیابونم موازی این هست که مال خانوم هست. حتما. بله بله. که میگن اونجا بیشتر زرگری بود و بله بله. درسته؟ درسته. چیزهایی که خانوم دوست دارن. درسته. ما الان تو خیابون مردایم دیگه. بله. پیله در زبان تاتی که زبان بومی این منطقه بوده به معنی بزرگه. شهر پیله سوار رو امیری به نام پیله سوار یا سوار بزرگ ساخته. برخی گمان میکنن که چون نادرشاه افشار هنگام تاجگذاری در سال 1148 هجری قمری در اسلاندوز مدتی با فیلهاش در این منطقه اتراق کرده، به پیله سوار شهره شده. کشاورزی و بازرگانی از طریق گمرک پیشه اصلی ساکنان پیله سواره. پیله سوار سالانه میلیون ها نفر جذب خود میکنه و علت اصلی اون گمرکه. طبق آمار سالانه صدها هزار مسافر از این گمرک تردد میکنن که بیشتر شامل اتباع خارجی و به ویژه آذری ها هستن. این گمرک یکی از دو گمرک مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجانه. فاصله اون با مرکز استان اردبیل 159 کیلومتر و با باکو پایتخت جمهوری آذربایجان 130 کیلومتره. نزدیکترین فرودگاه به این گمرک
50 کیلومتر فاصله داره. خدمت این گمرک بیش از 200 ساله. به نوعی میشه گفت در زمان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تعطیل شده بود. اما با استقلال جمهوری آذربایجان مجدد فعالیتش آغاز شد. گمرک بیلسوار شبانه روز کار میکنه. علامه دهخدا وجه تسمیه بیلسوار رو از عمرای آل بویه میدونه و از حدود 90 سال پیش دارای گمرک بوده و در مرز جمهوری آذربایجان قرار داره. در طرف دیگه شهر مدرسه تاریخی قرار داره. یک ساختمان با معماری غربی با پلان یوشک و کاملا متقارب. خدمت تعلیم و تربیت در اردبیل به بیش از 100 سال میرسه. از زمان حکومت قاجار اولین مدارس با وجود عدم استقبال عده‌ای در اردبیل شکل گرفت و در ادوار بعد به تعداد اون اضافه شد. در دوران حکومت محمد علی شاه و احمد شاه این مدرسه بنای خشتی بوده و به عنوان مکتب خونه استفاده می شد. آخوند ملا علی بچه های بیلسوار رو قرآن و علوم می آموخت. اواخر حکومت احمد شاه این بنای خشتی تخریب می شه تا اینکه فردی به نام یاور ماکویی که یکی از مرزبانان بیلسوار بود شروع می کنه به ساخت این مدرسه و نامشو میذاره مدرسه پهلوی. مدرسه پهلوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدرسه امام خمینی تغییر نام یافت و خوشبختانه ساختمان قدیمی این مدرسه هنوز هم سالم مونده و امروز عنوان قدیمی ترین بنای آموزشی استان اردبیل و منطقه مغان رو یدک میکشه و جزو آثار تاریخی و دیدنی شهر. ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. میگم در هر شرایط سنی باشی وقتی به کلاس درس میای میشی همون کودک دبستانی و چقدر لذت بخشه که انسان فلاشبک میزنه برمیگرده به دورهای گذشته. آقا اجازه ا او آ او ای. خب حامد جان، تو این گنج خونه چه گنجی پیدا کردی؟ آقای خبیری، خدمتتون عرض کنم دفتر کبیر سال 1334-35 که کارنامه دانش آموزان قدیمه. یعنی موقعی که من یک ساله بودم. آره دیگه. فرنام حامد، کارشناس میراث و اهل بیلسوار، از دل پرونده های تحصیلی قدیمی
کارنامه هایی رو پیدا کرد. کم و بیش میشناسیمشون. نمراتشون هست اینجا جالب توجهه که نمراتشون حتی اگه دقت کرده باشید ده و یازده صدم، هشت و شونزده صدم، یعنی انقدر دقیق بود آموزششون، کیفیت حالا تدریسشون. نمراتشون نگاه کنید، حتی اینجا عزیزی داریم به اسم پروفسور جوانشیر که کارنامه‌شون اینجا هستند. متأسفانه دو سه سال پیش فوت کردن، پدر علم جیوشناسی ایران بودن. در همین مدرسه در همین مدرسه درس خوندن. کارنامه‌هاشون هم بله هستش اینجا. ایشون پدر علم جیوشناسی ایران بودن چه تازه فوت کردن. اینجا نگاه کنید خیلی از عزیزان نمراتشون چه نگاه کنید، حتی مهر مدرسه شون چه، حالا از اون موقع یه زمانی اداره فرهنگ مشین شهر بود، بعد مدرسه دولتی اردبیل بود چه مهرشون زدن. این چه درسی که بیشتر 8 و 6 و این چیه ببینم؟ این درس اگه اشتباه کنم جالب سروده. سرود نه نه اینه، این چیه؟ این ورزشه. پایینی؟ این پایینی کارهای دستی و نقاشی و رسم خیاطیه. نگاه کنید این کارنامه هاشون حالا عزیزان هست، یعنی هیچ گونه تبعیض و نبود، حتی فرزندان اونایی که مثلا حالا خام بودن اونا اصلا تبعیض قائل نمی شدن، حتی اونا هم اجه تجدید می آوردن، همون نمره که می گرفتن همون نمره ثبت می کردن. یعنی پارتی بازی نبود؟ اصلا نبود، اجه از نمراتشون مشخصه. نگاه کنید حتی صدمایی که می دن اینجا ببین 12 و 25 صدم، 12 و 25 صدم اینجا دقیقا چه مثلا 83 و 71 صدم اومده نمراشون. آره، حتی صدمی اضافه نکرده بودن اینجا. دقیقا حالا دروسه که داشتن میخوندن، حالا اگه اجازه بدید من یه چند تاشینو بخونم. حالا قرائت فارسی، املا، انشا، حسن خط، قرآن و شریعت، حساب و هندسه، تاریخ، جغرافی، تعلیمات مدنی، سرود و ورزش و علم اشیا، رسم و نقاشی، خیاطی و کارهای دستی. علم اشیا میدونی چی بود؟ یادت میاد؟ شما یادت میاد؟ نه من یادم نمیاد. علم اشیا شکل علوم تجربی امروز بود. دست. کتابی بود که اشیا رو معرفی میکرد و علوم رو هم همچنین. که امروز مثلا ما میگیم کتاب علوم. دست. اون زمان به اسم میگفتن علم اشیا. به این بچه ها نمره خوبی هم دارن. ببینم این حساب و هندسه. حساب و هندسه. نه نمره خوبی داشتن. نمره خوبی داشتن. دست. یه دون 9.5 داره. شما را کشوندم اینجا. لطفعلی فکرت از محصلین این مدرسه اطلاعات تازه از گذشته ها و خاطرات خودش به هم میده. اینجا قدم به قدم، آجر به آجر، دیوار به دیوار، پنجره به پنجره خاطرات ماست. اشتر بچه های بیلسوار اینجا درس خوندن، دلشون به اینجا بسته است. بیلسوار با این مدرسه زنده است. یادش به اون روزهای که اینجا بودیم، یه پهلوانی بود می اومدن اینجا مرشه داشتن. این پهلوان از جای دیگه می اومد یا از اهالی همین بیل سوار؟ اردبیل. از اردبیل می اومد برای سرگرمی. آره. شما همینجا استاد یه مرشه بود، همینجا یه مرشه بزرگی بود. درسته. مردم دایره زده بودن، ما همینجا بودیم. البته اون روزها چه تعطیل بود، بعد از ظهر بود، در حین اینکه تحصیل بود نه مزاحم ایجاد درس شما نمی شدن. آره همینجا یه حدا خرس هم داشت. خرس هم داشت. زنجیر رو میبست اینجا چهار پنج تا. یه یا علی میگفت زنجیر رو تور پاره میشه پاخله پاخله میرفتن. با خرس کشتی میگره. آره. بعد زیبایش اینجاست. من این حرف رو 50 سال پیش رو میگم. 45 سال پیش رو میگم. همینجا با دست راه میرفت. این پله ها را یکی تا اینجا می اومد پایین. درست. بعد مردم تشویق می‌کردن، مردم بعدن قوقایی بود. مثل خلیل آقا تقریبا. آره قوقایی بود. اونم خدا رحمت کند. خیلی زوردار. سطح ایران یکی از پهلوانان مطرح بود. اسمش هست یادم رفته. بهبودی. پهلوان بهبودی میگفتن از روستاهای اردبیل بود. محصلا همه بچهای بیل سوار بودن یا از همسایگی هم می اومدن؟ آره زمان ما همه بچه های دانش آموز اینجا بیلسواری بودن، از روستاها هم می اومدن. بله. با اسب می اومدن، زمستان سخت بود اینجا، الان هوا خیلی خوبه. با اسب می اومدن، نهار رو می موندن. همینجا نهار؟ آره بعد از ظهر رو هم می خوندن، تو دو شفته بود. درسته. دو شفته بود. تا 11 مثلا هم چیز آره، بود، باز ظهر برای نهار تعطیل می شود، بعد از ظهر دوباره ادامه داد. اما یه موضوع خیلی زیبایی هست، دانش آموزان اون ور مرز.
یعنی از آذربایجان، یعنی اتحاد شمالی شوروی سابق. آره آره، اونجا هم یه بیلسوار داریم. عجب. همین بیلسوار اونجا هم داریم. قبل از ما پدران ما صحبت می‌کردن به ما که دانش آموزان اینجا می اومدن همینجا درس می‌خوندن. دانش آموزان بیلسوار اونور مرز اتحاد جماهیر شوروی که فرمودین همین علی ملا محسن، درسته، آخوند ملا، بله به اینا درس میداد. علاوه بچه های بیلسوارهای اون بر مرز هم میومدن اینجا درستن. آره. یعنی مدرسه نداشتن؟ یعنی نه نداشتن، همینجا اصلا همینجا یه مشتب خونه بوده، بعدا این مدرسه درست شده. اینو هم بگم اینجا پروفسور داشته، بله. دکتر اکثر دکتران بیلسوار اینجا بیرون اومدن. درسته. پروفسور عزیز جوانشیر، بله. افتخار ایرانه، افتخار بین المللیه. شما هم افتخار هستید. شنیدم کتاب‌های شعر متعددی چاپ کردید. میشه یکی از شعراتو برام بخونید؟ الا گلزار سرم بیلا سوارمدم منیم، چوخلو دوران گورم بیلا سوارمدم منیم، قوزاماندر قوزا دنیا کیمی یوردوم وطنیم، عمر ایامی سورم بیلا سوارمدم منیم. Əlləri ağrımasın ay belə bağbağımızın, İyili güllər becərən bilə savarımdır mənim. Bu gözəl nəqşəni nəqqavşı əzəl gör nə çəkib, Hünər olcaq yetirən bilə savarımdır mənim. Bu gözəllərdir bizi şadı xuraman yaşadan, Cümbəcün ruhu verən bilə savarımdır mənim. Torpağı qüvvəlidir, şeyr-i qəzəl çox bitirir, فکرتا زوگ برم بیل سوارم ده منیم. عکاس باشی یه عکس برامون با بچه های قدیم بنداز. لطفا نام پیشین بیل سوار در زبانهای مردم آذربایجان آران و آرانلوق به معنای دشت آفتابگیر گرمسیر و زمستانگاست. بیل سوار از شهرستانهای شاخص کشور در تولید گندمه و این منطقه نقش مهمی در خودکفایی محصول گندم کشور داره. بیل سوار به انبار غله استان اردبیل معروفه. در راستای الگوی کشت و آبیاری نوین، طرح‌های خوبی در منطقه در حال اجراست و نوید بخش شکوفایی بخش کشاورزی در این منطقه خواهد بود. ظرفیت مراکز ذخیره سازی گندم و سیلوهای خصوصی و دولتی در استان اردبیل 301 هزار تنه، در حالی که در این استان بیش از 700 هزار تن گندم برداشت میشه. اینجاست که دست دلالا بازه و بازارشون داغ. کشاورز برای تولید گندم زحمات زیادی میکشه و باید ثمرش رو خودش ببینه. بهترین راه اینه که دست دلالان رو نسبت به محصولات کشاورزی قطع کنیم تا سود به جیب کشاورزان بره. استان اردبیل با توجه به ظرفیت و قابلیت تولید محصولات کشاورزی مختلف به ویژه غلات نیازمند توسعه سیلو و انبار نگهداریه. پر شده، باید بره جلو. درست استاد؟ وقتی رفت جلو دهنه خروج رو بیشتر میکنیم که بیشتر بیاد. درسته کار من؟ یاد گرفتم دیگه. یه روی شاگرد خوبی بودم ها؟ تا
تأمین امنیت غذایی جامعه امروزه برای تمامی کشورهای جهان بسیار با اهمیته. شرکت‌های بزرگ صنایع کشاورزی امروزه با ایجاد تحولات هوشمندانه اقدام به تولید، تکثیر و نگهداری انحصاری بذر انواع محصولات کشاورزی می‌کنند تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی جامعه خود نسبت به درآمدزایی و سودآوری بیشتر اقدام کنند. شرکت ملی پارس موفق به اخذ امتیاز انحصاری تکثیر و تولید بذر والدین ذرت رقم 704, 705 و تاها شده. این شرکت با تأمین بذر والد ذرت نقش مهمی در تولید بذر مزارع کشور داره و با تکمیل و بهره برداری از کارخانه پروسس بذر موفق به ثبت رکورد ظرفیت 40 تن در روز رسیده. مجموعه عظیم پارس به منظور تأمین و در اختیار گذاشتن بذرهای مورد نیاز کشاورزان اقدام به احداث سردخانه اختصاصی با ظرفیت نگهداری 300 تن کرده و در همین راستا با استانداردهای جهانی و بروز نمودن تخصص کارشناسان شرکت اقدام به پایش و تبادل اطلاعات با شرکت‌های موفق جهانی نموده. بیاین برگردیم به گذشته، سال 1393، زمانی که جوانتر بودم سوار شطور تک کوهانم کردن و وا مصیبت ها. دست در آقا بگو بسته دیگه، بایست آقا نه بگو بسته، نه بسته لولا اما این شطور دو کوهانه خیلی آرومه، خیلی نازه، میتونم نازش کنم، واری کلا، واری کلا. اما سواری گرفتن از اون باید استاد باشی. تو چقدر نازی، پشت گوشش اگه ماساژ بدید این خیلی لذت میبره. شطور دوکوهانه از جمله حیواناتیه که با خطر انقراض نسل مواجهه. تلاش برای افزایش اون در استان اردبیل در چندین منطقه از جمله بیله سوار مغان در جریانه. پرورش این موجود سودمند میتونه به بهترین نحو ممکن صنعت اکوتوریسم رو نیز در استان فعال کنه. شطور دوکوهانه به عنوان گونه کمیاب و بی‌نظیر و منحصر به فرد از زمانهای بسیار دور در
زندگی عشایر شاهزبان اردبیل مورد استفاده قرار می گرفته. این حیوان به خاطر مقاومتش در برابر سرما و راهپیمایی خوبش در کوهستان ها به عنوان حیوانی بارکش مورد استفاده این عشایر شاهزبان بوده. متاسفانه با ماشینی شدن زندگی عشایر، این گونه زیبا و کمیاب در معرض خطر انقراض. در حال حاضر تعداد 248 نفر شتر در استان اردبیل پرورش داده میشه که از این لحاظ تنها استان دارای شتر دوکوهانه خالص کشور محسوب میشه. استان اردبیل دارای برتری های اکوسیستمی مناسبی برای پرورش شتر دوکوهانه است. از اتفاقات مهم تاریخی در بیل سوار، حملات روس‌ها و جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلی‌شاه و اشغال آذربایجان توسط روس‌ها در جنگ جهانی اول و دوم بوده. حریم امنیتی مرز، هر چیزی حریمی داره و هر کشوری برای خودش حریم. برای حفظ این حریم باید تلاش کرد. اگر بی تفاوت باشیم مورد تاخت و تاز قرار میگیره. در سوم شهریور 1320 زمانی که روزها غافلگیرانه به مرزهای شمالی ایران حمله میکنند، تعدادی از مرزبانان بیل سوار کشور ما در مقابل اونها ایستادگی میکنند و تا آخرین قطره خون در مقابلشون می ایستند و همگی به شهادت می رسند. سپید دم سوم شهریور 1320 شمسی، هنگام تجاوز نیروهای شوروی به ایران، قوای روس از هوا و زمین با تمام امکانات و تجهیزات بیل سوار رو مورد تجاوز قرار دادند. نیروهای ارتش سرخ با بیرحمی در شهر بیل سوار 12 سرباز، 5 آژان، 7 امنیه و 1 نفر کارمند گمرک و رئیس پست و خانوادش رو شهید کردند. بعد از شهادت این مرزداران که اغلب اونها از شهرهای آستارا، اردبیل، بیل سوار، نیشابور، شیراز، قوچان و تهران بودند، روس‌ها اونها رو به طور دست جمعی در این مکان دفن می‌کنند. روحشون شاد. پاینده باد ایران. سلام. گورستان شهدای سوم شهریور 1320 در شهر بیل سوار نشانگر رشادت و پایمردی مردم این شهرستان در مقابل تجاوز بیگانگان در زمان جنگ جهانی دوم. خانم مامان مجرد فراغی، فرزند ابوالفضل مجرد فراغی از شهدای مرزبان. ابوالفضل مجرد فراغی‌نین بالاسیام. سوم شهریور 1320 در مرز بیل سوار. سلام علیکم. آقا کمال هم که فرزند خانم فراغی به عنوان مترجم همراهمون میشه. ابوالفضل مجرد فراغی. اون زمان اینکه ارتش استخدام شد، بردنش بیل سوار. مثلا اونجا باید خدمت کنه. خودش بچه اردبیل. بله، خودش بچه اردبیل بود. ولی محل خدمتش بیل سوار. بله، محل خدمتش اونجا بود. میخوام بپرسی خودش اون زمان چند سالش بوده؟ چه چیزی یادش میاد؟ ماما او زمانش دی که سمدن سورشا دی او زمان سن آقون بیل سوار دیدی نیچه سننون وار ایدی قارداشون ده نیچه سننون وار ایدی اونو دینه. من عرض الادم دای من 1320 ده که بابام شهید اولی 14 ایلی قدم ولی داداشم 20 گنلو جدی. مادرت چی؟ مادرم ده که مادر یادم میگه مادرم اردبیل بود سه ماه مونده بود فارغ بشه اون داداشمو. بعد اومده بیل سوار همونجا فارغ شده.
داداشم. یعنی داداشش چند روزه بوده؟ 20 روزه بوده. 20 روزه بوده. قسمت اومش که مامان اونم پدر شهید بود. درسته که دشمن حمله میکنه، بابات مبارزه میکنه. مامان خدا اون شب که شهید شده مامانش گفته امشب نرو، این بچه‌م تازه به دنیا اومده. آره مامانم هم شاید بیاد امشب، امشب یا فردا شب، امشب نرو. دلم یه جوری شده مثل یعنی آگاه شده که باید بله. بعد گفت من باید برم، من باید برم سر پستم. رفت از وطنش دفاع کرد با اینکه بچهش تازه به دنیا اومده بود و مادرت هم 14 ماهش بود. البته یه دونه آقای تیموری بود خدا رحمت کنه، 126 سال داشت، 10 سال پیش، 8 سال پیش بود فکر کنم. شاهد عینی بود. شاهد عینی بود، ماجرا رو کلا گفت الان بتونی. البته خب مادرش هم مادرش هم شاهد عینی بود دیگه. مادرش هم بله شاهد عینی بود. یعنی مادرش 27 ساله اینا اونم فوت کرده دیگه به خاطر اینکه شهید شده. آها. بله مریض شد فلان، ترسید. درسته. این داستان تنور چیه داخلش بودی تو؟ اون داستان یاد تو چی؟ 15 پرنسپال میگه ما تو تنور بودیم بعد از شهادت پدرم. یه نفر می اومد از ما نگهداری میکرد اونجا، چون روز دنبال خانواده‌اش بودن. کلا مادرش دو تا بچه‌شو میگیره میره داخل تنور. تنور آره، یه همسایه‌شون کمک میکنه، هر روز غذا اینا میآورده. میپرسن میگن اینا رفتن اردبیل. چه مدت تو تنور میمونن؟ 15 روز تو تنور میمونن. 15 روز تندرده قالب. قمشه نظر جتیرده بونی ابن. گلنه نه کوشال بار جیدریب. اون به دست کوشال وا بریب دی با پرو. این 15 روز که اونجا بودن. روزها نتونستن اونها رو پیدا کنن. بله. بعد همسایه‌ها اومدن برای مادرش لباس مردونه آره. دادن درسته؟ بله لباس مردونه اینا رو گذاشتن تو خواهر بونی. خواهر و 14 ماهه و بچه 20 روزه رو داخل یک کیسه گذاشتن، داخل یک بونی گذاشتن با فرغون. آره بله فرست از شهر خارج، از بیل سوار خارج کردن، رسوندن به اردبیل. بله آخرش درسته؟ بله درست. این شهید ما که در بیل سوار شجاعانه تا پای جان مقاومت کرد، خب بعد جنازه‌اش چی شد؟ آره. اونن جهتره همین گردش که الان بیزاد آرام گاهو بار ارده دارد. میگه بعد از این که روستا اینا با سرنیزنا کشتن آخه. درسته. بله. بعد اونجا آقای تیموری بود، 14 ساله بود اون موقع. درسته. پس یادش میاد از صحنه. بله. آره. اون میذاره تو عرابی و فرگون اینا. که بره دفن کنه. بله ببره دفن کنه، یه کیسه میفته از جیبش. کیسه پولش. بله. بزرگ شدن. اونو بر میداره. روستا میگن اونا باید دفن کنه. بله. بذار تو جیبش دفن کن، همینجوری دفن میکنن اونجا. دیدی آتخانم، اوچا یادتم. البته ساعت 4 نصف شب اینا اینا حمله میکنن تا ظهر وامیسته جلوشون. البته این نقل قول ها بله نقل قول ای کاش مکتوب میبود و شایدم باشه چون حق کسایی که جانشون رو فدای این مرز و بوم میکنند نباید به راحتی فراموش بشه و باید یادشون رو گرامی بداریم. در یک روز بارونی و البته طوفانی من از قیزغالاسی یا قیزغلعه‌سی در کنار رودخانه برزند در 17 کیلومتری شمال شهر گرمی دیدم می کنم. قیزغالاسی یا قلعه دختر. بومیان معتقدند در این قلعه دختری زندگی می‌کرد که طلسم داشت و به خاطر اون طلسم هیچ کس نمیتونست این قلعه رو تسخیر کنه. اما واقعیت امر اینه که
غیز قلاسی یا قلی دختر معمولا چه بادی میاد معمولا قلعه هایی که به راحتی نمیشد اونها رو تسخیر کرد و به سختی میشد وارد اونها شد در روی صخره ها بنا شده بودند و مستحکم بود میگفتن قلعه دختر، یعنی قلعه‌ای که بکر و تسخیر ناپذیره. بر اساس بررسی های انجام شده و سفال های به دست اومده، ساخت این قلعه به دوره ساسانی و اوایل اسلام تا سده های پنجم هجری میرسه. نقشه این قلعه مستطیل شکله و در اون برج و باروی نسبتاً بزرگی با استفاده از ملاط‌های آهکی و ساروج ساخته شده. خیلی سرده. این بنا مربوط به هزاره یکم پیش از میلاده. مسئله‌ای که در این قلعه به کار رفته سنگ است و ساروج. در بسیاری از قلعه ها که رفتم ساکنین اطراف این قلعه ها به جای حراست از اون از سنگ های اون برای ساخت و سازی استفاده می کنن. یا خیلی از مکان ها سنگ قبر های با ارزش رو پی ساخت و می ریزن. این یعنی که عدم آگاهی سبب میشه هویت خودمون رو، شناسنامه خودمون رو، گذشتگان خودمون رو، یادگارهای گذشتگان رو با دست خودمون به اون مهر باطل بزنیم. متاسفانه روزی نیست که خبر تخریب آثار باستانی و هویت ملیمون رو نشنویم. فرهنگ از آسمون نمیباره. اندکی تأمل، چاره اندیشی و شناخت درست از خودمون راه روشن آینده رو نوید میده. اینجا ظاهرن به جای گافچرونی، غازچرونی متداوله. سلام. سلام. حالت خوب پسرا؟ آره. یه اینجا ببینم. داشتی بازی میکردی؟ آره. آره؟ آره. منزل آقای آذری بلدی؟ آره. منو میبری اونجا؟ آره. آفرین. کلاس چندی؟ سوم. خیلی مونده تو برسی؟ نه آقا آذری خونشون میمیست. همین روبرویه؟ آره. دست درد نکنه. افسر آذرنیا و هیئت همراه در روستای قیزقلسی میزبان من میشه. سلام علیکم. سلام. سلام. احوال شما؟ خوش اومدی. حال شما خوبه؟ قربان شما. قدم رنجه فرمودید. افسر این خونه شما؟ بله. محفل پیرمردا اینجاست؟ بله بله. پس بریم داخل. بفرمایید. بفرمایید. نه 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 نمیرم. بفرمایید. بفرمایید. بازی شاه وزیر در اغلب نقاط ایران این بازی برگزار میشه. اما هر نقطه آیین خاص خودشو داره. در اینجا برای شروع بازی بزرگترین فرد ابتدای کار میشه پادشاه و بعد میچرخه میچرخه تا اینکه وزیرش تعیین شه و وقتی وزیر تعیین شد حکم پادشاه اجرا میشه. این قسمتی از استخون گوسفند ابزار بازیه. اگه به این شکل بشینه فرد پادشاهه، اگر به این طرف بشینه فرد وزیره، اگه به این شکل بشینه فرد دزده و تنبیه میشه، اگر این شکل بشینه کسی که خونساست دیگه، نه شاه نه وزیر نه دزده، یا آدم ترسویی مثل منه. خب بازی رو شروع میکنیم. افسر جان، افسری تو ثابت کن. برو یالا. او وزیر شو ماشالله. یا عمله دیدی؟ ها شما اینا آدم های خونساست دارد. یا شما Ha 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 ha
الله يا الله يا گرگن اخویم شخصون اخویم مزشکرل الان نه نه شاه دستور بره اخمای و اینمای نیش برست عجب دوز بروی هیچ بس اولماز کی چند تا چند تا بیر اکی اوچ بیر اکی اوچ Şam ağacı şatır çeçi, göz ağacı götür çeçi, hoppan hoppan yırıl yırtıl, su iç kurtıl, hağ nağara, cön ağara, hacı oğlu, mirza gülü, vırduhara çıkıra. در اتاق بغلی بچه ها به همراه مادرشون یه بازی بومی رو انجام میدن. شام ağacı şatır çeçi, göz ağacı götür çeçi, hoppan hoppan yırıl yırtıl, su iç kurtıl, hağ nağara, cön ağara, hacı oğlu, mirza gülü, vırduhara çıkıra. Yerden... Bir ixtar keçsin. Evdən, maşınla, keçisi mənim kızımın adına. Xale Fərəngiz be həmrəh əmə Zivər məşğul çanə zəni vəslət bəçəhəşun əsdən. Hac xanım. Onda gedərəm, məsləhətdaşaram. Hədd isə, mən də hədd yərəm. İnşallah, inşallah. En aşağı. En aşağı. En aşağı. Əli, sen kimin əli? Sən benim. Yalan diye yalandır, yalan diye yalandır. Her padişah یه دوره داره. این پادشاه دورش تموم شد. پادشاهیش انتقال پیدا کرد به من، منی که مهمانم. حاج آقا شما پادشاهی تموم شد دیگه. حالا این گوی و این میدان ببینم دزدید وزیر یا دوباره شاهی. یه دزد گردن کلوف الان وزیره خوبه منو تو شاه وزیر باشی بد نیست آره آره بیا یه دوز بیاد یه دوز بیشه نه دوز ای دوز نه شما خیلی باله یه بار دیگه دوز بشی خیلی خوبه نشد افسر خیلی دلم میخواد دوز بشی سلام محضر پادشاه محترم فدای شما یه دونه دزد خوب پیدا کردم چی دزدیده؟ یه دونه اردک خوشگل من این بار میخوام برخلاف حکم پادشاهان دیگه یه حکم دیگه بدم شما وزیر جانم شما کلای حاج آقا رو بردار کله حاج آقا رو ببوس برای چی؟ پادشاه من که وزیرتون هستم خب باشی دستور پادشاهه من دوز پیدا کردم شما منو تنبیه میکنید نه شما اگه وزیر لایقی بودی توی روستا دوز پیدا نمیشد یقینا یه کارت اشکال داشت حکم اجرا کن به دستور عالی جناب من باید کلاهتون را برداشته و سرتون را ببوسم خوبه وزیر دو طرف گوششو لالای گوششو بکش پایین ها دیگه دروغ نگید هر دوتا هر دو آج شما باید سیبیل آقا رو دو طرف بکش دو طرف بکش 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 او کم که دیگه این یه بازی ساده‌ای بود که در شب‌های زمستون باعث سرگرمی و دور همی اهالی محل می‌شد. به همین سادگی. زمانی که تلویزیون نبود، اینترنت نبود، دل مردم شب‌های طولانی زمستون این شکلی خوش بود. ما امشب مرور کردیم یکی از شب‌های زمستان اهالی محل در گذشته. آخ چی شد آجی پادشاهی رفت دندرت اومد. تنتون سلامت و حال دلتون خوش